بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب در برنامه صفحه دیگر در خدمت میهمان گرامی برنامه جناب آقای رؤوف کعبی، تحلیلگر و فعال سیاسی خواهیم بود و در مورد شخصیت دکتر عبدالرحمن قاسملو به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. روز 22 تیر ماه 1168 دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران، جهت یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل مسئله کرد در پای میز مذاکره با نمایندگان رژیم اسلامی ایران به همراه کاک عبدالله قادری آذر، نماینده حزب دموکرات در خارج از کشور، و فاضل رسول ترور شدند. امشب در این برنامه به شخصیت دکتر قاسملو خواهیم پرداخت در خدمت جناب آقای رؤوف کعبی. جناب آقای کعبی، به استودیوی تیشک تیوی خوش آمدید. سپاس از شما آقای پورکریم عزیز، خسته نباشید. بسیار سپاسگزارم از دعوتی که از بنده به عمل آوردید تا در مورد زنده یاد دکتر قاسملو صحبتهایی با هم داشته باشیم و خدمت بینندگان عزیزتون شب بخیر میگم. بله. دقیقا 25 سال پیش بود که دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران، به همراه کاک عبدالله قادری آذر، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور، و فاضل رسول توسط دیپلمات تروریست های رژیم اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش ترور شدند. ابتدا دادگستری اتریش اعلام کرد که در این ترور رژیم اسلام ایران به صورت مستقیم دست داشته است. اما تاکنون پرونده ترور وین به نتیجه این نرسیده و حامیان تروریسم و کسانی که این ترور را انجام دادند همچنان آزاد هستند. محمد جعفر صحرارودی، بزرگیان و حاج مصطفی، سه تن از کسانی هستند که به ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو به همرزمانش دست داشتند و مستقیما زیر نظر وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی این ترور انجام شده است. خب جناب آقای کعبی، من ابتدای سوال رو از اینجا مطرح خواهم کرد که چرا رژیم اسلام ایران دکتر قاسملو رو انتخاب کرد که ترور بکنه؟ این پاسخ به این چرا و چراهای دیگه خب مستلزم یه بحث فشرده و یک نگاه عمیق به تاریخ کشورمون پس از انقلاب 57، پس از تحولاتی که در جامعه رخ داد و به ویژه پس از اینکه جنبش عادلانه و ملی دموکراتیک در کردستان و دیگر جاهای ایران قوام یافتن و تونستن به سنگری برای حفظ دستاوردهای انقلاب تبدیل بشن و در مقابل یورش حاکمین جدید به مقاومت دست بزنند، دید که دکتر عبدالرحمن قاسملو به عنوان هم رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، یکی از نیروهای اصلی و عمده در این جنبش ملی دموکراتیک و جنبش مقاومت کردستان، و هم به عنوان شخصیتی برجسته چه در جامعه کردستان و چه در جامعه سیاسی ایران، اهمیت پیدا میکنه این چرایی. ولی اینکه چرا بر سر میز مذاکره و چرا بعد از این همه به هر حال تلاشی بعد از 25 سال همچنان مسئله ترور دکتر قاسملو
مورد بحث است. میخوام دلیل این مورد بحث بودن مسئله ترور دکتر قاسملو بعد از 25 سال هم از جناب علی بپرسم که چرا همچنان مورد بحث هست ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو؟ بله، این سوال خب طبیعتاً به سوال قبلی هم ربط داره، یعنی که شما به درستی طرح کردید چرا دکتر قاسملو رو انتخاب کرده، چرایش به نظر من مشخص بود به موقعیتی که ایشون داشتن که بعداً میتونیم به جنبه های ازش بپردازیم. و اینکه چرا بعد از 25 سال همچنان صحبت میشه، من تمایلم که به سه جنبه حداقل اشاره بکنم. یکی خصومت و کینه‌ای که این رژیم نسبت به مردمان خودش داره، یعنی شما کسی رو دعوت میکنید سر میز مذاکره، ولی سر میز مذاکره اون رو ناجوان مردانه ترور میکنید. این هنوز این مسئله اینقدر مهمه، نه در درون ایران، نه در درون جامعه ما که به هر حال کم و بیش متاسفانه تا کنون چهره کریه جمهوری اسلامی رو شناخته، بلکه بویژه برای دنیای خارج که با دیپلماسی یک اندک سر و کار دارن، آشنایی دارن، هنوز جای سواله. و از این منظر ماهیت جمهوری اسلامی است که افشا میشه برای به هر حال این دسته از کسانی که علاقمند به سرنوشت سیاسی در جامعه ما هستند. مسئله دوم این که چرا باز هم 25 سال بعدش این همه صحبت میکنیم، مسئله اینه که این واقعه هنوز نتونسته متاسفانه علی رغم تلاشای بسیاری که صورت گرفته، مثل مثلا ترور دکتر شرفکندی و یاران در دادگاه میکنوس، بتونه عاملین اصلی خودش رو رسما مورد شناسایی قرار بده، گرچه برای همه تقریبا شناخته شدند، ولی اینکه یک مرجع بین المللی بتونه این کارو بکنه، این از اهمیت زیادی برخوردار. چرا یک مرجع بین المللی تا کنون یه همچین کاری انجام نداده و به نوعی مسئله ترور دکتر قاسملو در مجامع بین المللی به حاشیه رانده شده؟ شاید به حاشیه راندن کلمه یکم تندی باشه، ولی اینکه چرا به هر حال مثل دادگاه میکنوس جلو نرفته، شاید بشه در موضع گیری دولت اتریش که روابطی به هر حال با جمهوری اسلامی اون زمان داشت، الان البته داره، ولی در اون دوره دارای معنای خاص و ویژه‌ای بود دید. و از این نظر من فکر کنم تلاشایی که صورت گرفته کم نبودن، ولی نباید ناامید شد. چرا؟ همونطور که شما به درستی گفتید بعد از 25 سال دوباره این همه ازش صحبت میشه، باز هم سالیان سال باید این تلاش رو ادامه داد تا زمانی که این دادخواهی صورت بگیره. نکته سوم و آخری که میخواستم در این مورد به این چرایی جواب بدم و اشاره‌ای داشته باشم، اونم خارج از این دو جنبه که عرض کردم، اون چیزی که میشه بیان کرد خود شخصیت دکتر قاسملو. چرا؟ چون بعد از 25 سال متاسفانه جامعه ما هنوز خواهان اون تغییریه که دکتر قاسملو یکی از آرمانهاش بود. هنوز بعد از 25 سال اون اهدافی که دکتر قاسملو براشون مبارزه می کرد هنوز بر سر جای خودشون هستن. بعد از 25 سال هنوز مردم ما زیر چکمه های این رژیم دارن شب تا به صبح میرسونن و صبح رو به شب میرسونن. بعد از 25 سال همچنین این جامعه یک زندان بزرگه. بعد از 25 سال همچنان فرزندان این خاک و بوم اعدام میشن به خاطر عقاید سیاسیشون، به خاطر فعالیت‌های مدنیشون. بعد از 25 سال همچنان هیچ کدوم از ملیت‌های ساکن ایران دارای اون آزادی و اون حقوقی که خواستارش هستن و براش مبارزه میکنن نیستن. پس از 25 سال هنوز اهداف و جایگاه دکتر قاسملو به همان اندازه اهمیت داره که موقعی که خودشون بودن. و به ویژه این که بعد از 25 سال متاسفانه اپوزیسیون ایران نتونسته اونطور که شاید و باید به اون درجه از موفقیت برسه که بتونه نشانه هایی از تغییر رو در دل مردم بنشونه، اینجاست که شاید فکر میکنم که ما به نبود یک شخصیت سیاسی مثل دکتر عبدالرحمن قاسملو
قبطه بخوریم. بله. جناب علی، با توجه به صحبت هایی که فرمودین، بدون شک رابطه داشتیم با دکتر قاسملو و در ارتباط بودیم و از نزدیک با ایشون ارتباط داشتیم. بله. و فکر میکنم زمانی که با ایشون در ارتباط بودین از لحاظ سنی اختلاف زیادی داشتین. شاید جناب علی یک جوان و فاصله سنی زیادی میان شما وجود داشته. این رابطه شما و دکتر قاسملو چگونه به وجود اومد؟ بله، بنده البته در سنین جوانی اسم ایشون رو شنیده بودم و خب طبیعتاً شخصیتی بودم که برای خیلی از فعالین سیاسی اون زمان قبل از انقلاب یا دور بر انقلاب شناخته شده بودن. وقتی که در میتینگ مشهور مهابات برای اولین بار علنی در به هر حال جلسه ای شرکت داشتن و سخنرانی کردن، ما از سقز رفته بودیم یک جمعی اونجا برای اولین بار از نزدیک دیدم. بعدش خب من بنا به مسئولیتی که در سازمانی که به اون تعلق داشتم خب با اکثر این کادرها و رهبران جریانات سیاسی فعال در کردستان اون زمان رابطه تنگاتنگ داشتم و رابطه من با ایشون و سپس با زنده یاد دکتر شرفکندی برمیگرده به سالهای بویژه پس از سالهای 60 و 61 در کردستان، که بعدش هم با اومدن به خارج و بعد سفرهایی که من گهگاهی دوباره به کردستان میکردم ادامه پیدا کرد. و این رابطه در واقع از همون روزهای اول که من تونستم با ایشون ایجاد بکنم ناشی از نگاهی بود که ایشون داشتن. یعنی برای ایشون مسئله نه سن، نه موقعیت، نه جایگاه، اینا مهم نبود. مهم با هر کی صحبت میکردن به هر حال به اون صحبت احترام میذاشتن و به اون رو جدی میپنداشتن و با اون فرد سعی میکردن که وارد یک دیالوگ برابر بشن. و این خصوصیتی بود که فکر میکنم نه تنها برای من، برای خیلی از کسانی که مخاطب ایشون میشدند درشون تاثیر بسیار بسزایی گذاشته. ضمن این که خب در مورد به هر حال تجاربی که داشتن، چون به هم به لحاظ سیاسی آدم مجربی بودن، هم به لحاظ نظری صدری داشتند، یعنی مثلا در جوامع اروپایی زندگی کرده بودن، اروپای شرقی رو بسیار خوب میشناختن، به چندین زبان صحبت میکردن، به هر حال یک منبع گرانبهایی بود اون موقع در اون شرایط، که وقتی که در مورد مسئله صحبت پیش می اومد ما با اشتیاق بدون اغراق ساعتها می تونستیم این صحبت ها رو گوش بدیم و بیاموزیم. ضمن این که خب الزاماً در همه زمینه هم توافق نبود در مورد موازه ای که ممکنه این یا اون مخاطبشون اتخاذ بکنه، ولی اون چه که مهمه، مهم همین نگاه برابر در برخورد و در رابطه و در احترامیه که به مخاطبینش رعایت میکردن. و این در مورد کسانی که حتی به لحاظ نظری بیشترین شکاف و بیشترین اختلاف رو هم باش داشتن، من شخصا خیلی وقتا به خوبی در جلسات رسمی و یا حتی غیر رسمی مشاهده میکردم. بله. از دکتر عبدالرحمن قاسملو به عنوان سمبل آشتی، سمبل دموکراسی و بسیاری دیگر از عناوین نام برده میشه. جناب علی قاسملو را سمبل چه چیزی میدانید؟ و به نظر جناب علی دکتر قاسملو سمبل چیست؟ ایشون ضمن اینکه توانایی های بسیاری در خیلی از زمینه ها داشتن که بعضن بهشون اشاره کردم و خب در مورد ایشون هم خیلی ها نوشتن گفتن و حتما هم باز خواهند نوشت و باز خواهند گفت و طبیعتا یاران و همسنگران نزدیکش بیشتر محقن که به این مسائل بپردازند و بازگو بکنند و قضاوت خودشون رو یا
یادآوری بکنن و یا به هر حال خاطر نشان بکنن. من یکم اگه بخوام یکم دورتر وایسم و یک نگاه عمومی تری داشته باشم به موقعیتی که ایشون داشت، من فکر میکنم که ایشون سمبل گذار از یک جنبش، اگر نگم سنتی تماما ولی با مایه های زیاد سنتی، به یک جنبش مدرن مترقی و امروزی بودند. یعنی اگه بخوایم بگیم مثلا در کردستان و همینطورش هم در ایران نگاه به سیاست، جنبش سیاسی و به ویژه جنبش سیاسی در کردستان که خب خیلی قبلتر از ایشون برمیگرده، بیشتر زمینه هایی در چارچوب جامعه سنتی داشت. نقش ایشون و به ویژه در موقعی که بعد از سال 1352-53 در رهبری حزب دموکرات قرار گرفتن، یعنی حزبی که بعداً به هر حال بعد از انقلاب به یکی از احزاب عمده جامعه کردستان تبدیل شد، این گذار رو فکر میکنم ایشون سمبولش بودن و این گذار رو جامعه عمل بهشون پوشوندن، به طوری که جنبش ملی در کردستان یک نمونه و یک الگوی سیاسی برای، به جرأت میشه گفت، نه تنها جامعه ایران بلکه یک خاورمیانه به اصطلاح به اون وسعت هم میشد گفت هست. یعنی اولا نگاهی که به حزب، چون یادمون نره که حزب نشانه آخرین نشانه های تجدد و مدرنیزمه، یعنی بدون حزب، بدون تشکل و به ویژه حزبی که بر پایه‌های دموکراتیک یا کم و بیش دموکراتیک، بر اصول دموکراتیک بنیان نهاده میشه و حرکت میکنه، این خود جزئی از نمایه‌ها و نمودهای یک جامعه مدرنه. من فکر کنم این گذار در جامعه کردستان، گرچه جریانات دیگه هم بی سهم نیستن، این برای اینکه بی انصافی نشه، بنده قصد نفی این جنبه‌ای که به افکار و یا جریانات و یا شخصیت‌های دیگه که کم نداشتیم، به ویژه در کردستان که چه در دوران انقلاب چه بعد از انقلاب و تاکنون جان خودشون رو فدای آرمان‌هاشون کردن و طبیعتاً نقش بالایی رو در جامعه ایفا می‌کردن، ولی خارج از اینا من فکر می‌کنم که نقش ایشون به مثابه هم رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و هم شخصیت سیاسی در جامعه کردستان و در جامعه ایران، و از یاد نبریم جایگاهی که ایشون داشت در جامعه سیاسی ایران و حتی خاورمیانه و روابطی هم که حتی با دنیای خارج و با اکثر فعالین و کنشگران سیاسی در اروپا داشتن. این من فکر میکنم این اگه بشه یکی از این سمبولا رو گرفت، من شاید فکر کنم این برجسته ترینش باشه که این مسئله، من فکر کنم که مدیون ایشونیم، ضمن این که بعد از 25 سال هم ما تبعاتش رو میدونیم. مثلا بین المللی کردن مسئله کرد، یعنی نگاهی که ایشون داشتن به این که مسئله کرد از درون خود به برون به اصطلاح بیاد و خودش نشون بده، مصاحبه هایی که میکردن، به هر حال روابطی که داشتن تو خارج از کشور و نفوذی که از این طریق بر دیگر فعالین سیاسی در دیگر بخش‌های کردستان داشتند. و من فکر می‌کنم، مبالغه نمی‌کنم که اگر بگم بخشی، طبیعتاً نه همه، ولی بخشی از اون چه که امروز ما در جامعه بین المللی به طور کلی و در خاورمیانه و ایران و منطقه کردستان، چه در عراق به ویژه امروز که به هر حال به قول معروف راهرو دیپلماسی شده، فکر می کنم که یک بخشیش مدیون تلاش ها و نظرگاه های زنده یاد دکتر قاسملو هستن. طبیعتا هر شخصیتی، هر فردی وقتی کار سیاسی می کنه، وقتی کار عمومی می کنه، وقتی
چنین تلاشایی رو در اون هم بویژه در شرایط سخت با امکانات محدود پیش میبره، حتما به هر حال اشتباهاتی هم میتونسته داشته باشه، حتما داشته. ولی اون چه که برای یک فرد مهمه که میمونه در خاطره ها اینه که اولا خطای فاحش نکرده، دوم این که آن چیزی که به یادگار گذاشته و اون چیزی رو که تونسته به هر حال به سهم خودش در پایه‌ریزیش شریک باشه، نقش داشته باشه، امروز محصولش رو ببینیم. من فکر میکنم این سمبولایی که شما بهشون اشاره کردید و با توجه به اون نکته‌ایم که بنده اشاره کردم، فکر میکنم این بزرگترین چیزیه که ایشون به یادگار گذاشته. و از این نظر هیچگاه من فکر میکنم از خاطره ها محو نخواهد شد و ما همچنان سالیان سال و متمادی در مورد نقش ایشون، در مورد نظرگاهاشون و در مورد به هر حال تلاشایی که به سهم خودشون ایفا کردن و گرانبها بودن صحبت خواهیم کرد. تأثیرات دکتر قاسملو و ارتباط دکتر قاسملو با اپوزیسیون سراسری ایران چگونه بود و چگونه ارزیابی میکنید؟ و در مصاحبه‌ای که با یکی از افرادی که از اپوزیسیون سراسری ایران بود، فکر کنم آقای پاکدامن بود، داشتم، اشاره به این موضوع داشتند که در واقع بیشتر احزاب سراسری اپوزیسیون از دکتر قاسملو به نوعی حرف شنوی داشتند. یعنی جلساتی که اینجا برگزار میکرد در خارج از کشور به نوعی بسیار گسترده بوده و به نوعی همه اپوزیسیون رو دور یک میز جمع میکرد. جناب عالی چگونه ارزیابی میکنید نقش دکتر قاسملو رو در این میان؟ بله، همونطور که میگید کاملا درسته. ایشون به خاطر هم شخصیت خودشون، هم سابقه شون، هم تجاربی که داشتن و هم اون آگاهی که نسبت به ضرورت سیاسی که جامعه ما میطلبید داشتند، نه تنها اعتماد بسیاری از کنشگران و جریانات سیاسی ایرانی رو به سوی خودشون جلب کرده بودن، فراتر از اون همه این جریانات در عمل می دیدن که همچنین شخصیتی و همچنین کسی فراوان نیست، فراوان نداریم و به طور روزمره فعالیت ها و تلاش هایشون رو می دیدن و اثراتش رو، و به ویژه و از حال نقشی که در به هر حال جنبش ملی و دموکراتیک کردستان ایفا کردن. از این نظر خیلی طبیعیه، ولی دو نکته رو نباید فراموش بکنیم. یکی این که اولا آسان نبود، چون به هر حال خب ما باید فکر اینو بکنیم که ایشون 40 سال پیش در فضای 40 سال پیش یه سری کارا میخواستن بکنن. خب این به مزاق بعضی از نیروهای سیاسی خوش نمیومد، تا اونجایی میرفتن که یه سری اتهاماتی هم به هر حال میزدن. ما جریان به هر حال متاسفانه حمله به اردوگاه مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران رو از یاد نبردیم. تلاش هایی که شد که به هر حال به این شخص، به حزبش و از اون طریق به یک جنبش به هر حال مردمی در کردستان ضربه بزنن. ولی مهم اینه که تا در وقتی که تاریخ آدم نگاه میکنه، خب بیهوده و عبث بودن این اتهامات به هر حال روشن شد و این دوچندان کرد این اعتمادی رو که بهش اشاره کردم و شما هم در صحبتاتون گفتید. این ضرورت از اینجا ناشی می شد از نظر ایشون که حزب دموکرات کردستان ایران هم همواره الحق و انصاف این تلاش رو همیشه کرده و همیشه بهش وفادار بوده، اونم ضرورت تشکیل یک ائتلاف وسیع برای مقابله با جمهوری اسلامی بود و در این راه بود. و شاید اون سوال اولی که شما کردید، اون چرا، شاید به این برمیگشت که دکتر قاسملو از
معدود شخصیت هایی در جامعه سیاسی ایران بودند که میتونستند وسیع ترین طیف اپوزیسیون رو جمع‌آوری بکنند و شاید از این نظر زنگ خطری بود برای جمهوری اسلامی. مسئله بعد در این که چه روابطی با اینا داشت، من به یک نمونه باید اشاره بکنم، چون به هر حال اون موقع شما هم اشاره کردید، خب سن ما یکم قد نمیداد که همه تجارب رو به هر حال داشته باشیم و اینا. خب نحوه برخوردی بود که ایشون با مخالفین خودش داشت. مثلا من یادم وقتی که رادیو جمهوری اسلامی اکثریت و حزب توده رو هم چیه اون اصطلاح میگن چیز اعلام کرد، منحله و نمیدونم ضد انقلاب و از این حرفا، مثلا ایشون علی رغم اینکه اونا همونطور که عرض کردم توتهایی کرده بودند و به هر حال اتهامات و اینا، ولی از اونا دعوت کرد که به مقرای حزب دموکرات یا به هر حال نیروهای سیاسی کردستان برن و که جونشون رو حفظ بکنن. یا مثلا من یادمه وقتی که آقای بنی صدر مورد غضب آقای خمینی قرار گرفت، خب علی رغم اون موقعیتی که آقای بنی صدر چند ماه پیش به عنوان فرمانده کل قوا داشتن، علی رغم اون ایشون رسما ازشون دعوت کردن که میتونن پناهنده بشن به کردستان و جونشون رو حفظ بکنن. خب این جور برخورده اون موقع 25 سال 30 سال پیش چیزی ساده ای نبود. اینکه شما با حریف سیاسیتون، با رقیب سیاسیتون، با حتی دشمن سیاسیتون بتونید اینطور راحت و برخورد کنید و یک سری اصول و پرنسیب رو سعی بکنید رعایت بکنید، این درسایی بود که به هر حال از ایشون آموخته میشد و گرانبها بودن. و امروز ما میبینیم که حتی بعد از گذشت 20-30 سال ما کم داریم نیروهایی، کسانی، افرادی که واقعا بتونن در روابطشون، در قضاوتاشون، در رفتارهاشون همچنین به اصطلاح وفاداری هایی به یک سری اصول کلی و عام پسند به اصطلاح داشته باشند و اون اصول رو حفظ بکنن. این هم یکی از اون به هر حال جنبه هایی بود که اون اعتماد رو بیشتر میکرد که نیروهای سیاسی در وجود ایشون اون محمل و اون گذرگاه رو ببینن که بتونن به اون ائتلاف برسند که خب آرزوی خیلی از نیروهای سیاسی و جامعه ماست که بتونه در مقابل یه همچنین سیستم و همچنین رژیمی مقابله بکنه و چه بسا به هر حال برای آینده این رژیم چیز دیگه رو پی بریزه. بله، و سخن پایانی جناب عالی، جناب آقای کعبی، به عنوان 22 تیر ماه سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسم، من دوست دارم وقتی از ایشون صحبت به عمل میاد و یادشون میکنم، دوست دارم اون لحظاتی رو که در دفتر سیاسی در کوهای قندیل در حضورشون بودم، صحبت میکردیم، بحث میکردیم و به یاد بیارم، تا اون عکسایی که متاسفانه روز شنبه 22 تیر این ورون بر پخش شد. شما چگونه شنیدید ترور دکتر قاسم؟ من روز چهارشنبه اینجا، چهارشنبه بود فکر کنم یا سه شنبه، آخرین دیدار رو با ایشون داشتم اینجا دفتر پاریس و شنبه شب اون اتفاق افتاد. صبح ساعت 7 بود که یکی از دوستانم بهم زنگ زد و خونه منم در پاریس نزدیک دفتر حزب دموکرات کردستان ایران بود که بعد از شنیدن، یعنی بعد از تلفن خودم رو به اونجا رسوندم و اونجا به هر حال جمعیت کثیری از همون ساعت اول صبح جمع شده بودن، از جمله آقای کوشنر که اون موقع وزیر بهداشت بود، از دوستان نزدیک آقای دکتر قاسملو بود و همون ایشون هم بود که علی رغم این که اون موقع 200 سالگرد جشن 200 سالگرد انقلاب کبیر فرانسه بود و این دولت و وزیرها به شدت مشغول مهمونای بین المللی بودن، ولی علی رغم اون آقای کوشنر مرتب در دفتر حزب دموکرات کردستان ایران حاضر می شد و در تشییع جنازه‌ش هم که سخنرانی کرد که به دل خیلی ها نشست و جمله ای هم که گفت می خواهم با اجازه شما با این جمله به هر حال صحبت رو پایان ببرم که
اون هم باید نگاه کنیم که در یک کشوری کم و بیش دموکراتیک مثل فرانسه، وزیر سوسیالیستی مثل آقای اون موقع سوسیالیست مثل آقای کوشنر در سر بر مزار ایشون وقتی صبح سخنرانی کرد از ایشون به عنوان معلم دموکراسی خودش یاد کرد و این من فکر میکنم بزرگترین پاداشی بود که ایشون میتونستن در قبال دوستشون اون لحظه ادا بکنن و من هم دوباره به احترام ایشون فکر میکنم که همیشه در یادم خواهد بود و امیدوارم که اهداف و راهش ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکرم از جناب علی، جناب آقای رؤوف کعبی، تحلیلگر و فعال سیاسی، از شرکتتون در این برنامه. منم از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. شب بخیر میگم به بینندگان عزیز و همچنین به شما، خسته نباشید میگم. خیلی متشکرم. بینندگان تلویزیون تیش، این بود صفحه دیگر. تا برنامه دیگر، همه شما را به خدا میسپارم. شب خوشی داشته باشید. ممنونم.